میبینید عجیب غریبه، یعنی شاید اون وقتا پدر مادر تا سر کوچه هم نمیذاشتن که بچه‌شون بره برای فوتبال بازی کردن، ولی الان یه پدر مادری از مشهد میکوبه این همه راه میاد، حالا اونم شغل داره باید تو سر کارشو درست بکنه، مرخصی بگیرین، همه هزینه بکنه، ولی حاضر بچه‌شو بیاره تا اهواز این سر کشورمون تا تست گرفته بشه از پسرش. به نظرم این توجه اصلا چند صد برابر شده نسبت به سالهای قبل، توجه پدر و مادرها به بچه‌هاشون راجع به فوتبال. اصلا کلا ورزش بسیار بسیار حرکت خوبیه. در زمان ما بغل دست خونمون خرابه بود، ساکمون رو پرت می‌کردیم تو خرابه، می‌اومدیم می‌شستیم سر نهار، دو سه ساعت تو خرابه افتاده بود، یواش می‌اومدیم به هوای بیرون، از تو خرابه ساکمون رو بعد می‌داشتیم می‌رفتیم تمرین که پدر مادر نفهمن که کجا داریم. حالا مادرم خدا رحمت کنه خیلی مخالف نبود، چون به سبیه بود، فقط زحمتشون میکشید، اما پدرم مخالف بود، خدا رحمت کنه پدرمو نمیذاشت. هر ورزش توپی رو یه واژه‌ای بود، موقع میگفتن دستش ده، میدونیدن میدونن دست همدیگر که بعدم میگفتم مثلا تو میگفتم میشه دست رشته، دست رشته یا دستش نه، این دست نشته چه بیرو بازی میکنی؟ نمیذاش، میگفت پسر باید بره پتک بزنه، پتک. آهنگرم بود خودش، ما رو میبرد از تابستون از اول تعطیلات پتک بزنیم تا شب، میگفت باید پتک بزنه. بعد که فوتبالی شدیم، ما خوب شدیم، تیم ملی جوانان و طاق نصرت بستن اینا، میگفتش که هر جا میشست میگفتش که پسر من، من همیشه اینو حمایت کردم بره توی خدا رحمتش کنه بره فوتبال، بذارید بچه‌هاتون بره حمایت کنید، ببینید نمونهش. شاید هزار بار من بیشتر کتک کردم که برای من برعکس بودش، پدر مادرم خیلی حمایت میکرد، پدرم که خیلی ورزشی بود، خیلی رشته های مختلف ورزش میکرد، و اگه این مسابقه بود بکنم جزء پدرای نمونه بود، می آورد شما رو قطعا که تست می آوردش و حمایت. این بعضی وقتا اصلا مشتا با این حالا بیش از حد توجه رو بخوام بگم آفت نیست، بعضی جا من دیدم که پدر مادرها مثلا بچه رو هی میبرن مدام، حالا شاید اون استعدادم نداره، باشگاه های مختلف، اول میره ژیمناستیک، بعد میاد میره مثلا فوتبال بازی میکنه، بعد میره ساعت شنا، اصلا شاید بیش از حد بعضی وقتا ممکن زده بشه اصلا بچه. یه جایی یادمه که اصلا پدرم وقتی میومد من بهش میگفتم که خواهشاً نیا، یه جورایی من خجالت میکشم، شاید دیگران فکر میکنن که به خاطر حضور شما من بازی میکنم، اما یه جایی رسید که خودم احساس میکردم انقدر توانمند هستم و دیگران هم لذت میبرن، خودم اونجا دعوت میکردم که میگفتم که بیا بازیمونو ببین. حالا دیگه تو استقلال بودیم، اون زمانهایی که بازی نمیکردیم با هم میرفتیم، اما خب خیلی لذتش براشون زیاده، سخته که بخواین جلوشونو بگیرین، اما آره همونطوری که شما گفتین نباید بیش از حد باشه، چون فوتبال شرایطش طوری هستش که این بازیکن باید توی این درگیری خودش از پس خودش بر بیاد، توی این انتخاب‌ها، توی این رقابت‌ها زیاد نمیتونن این کار انجام بدن، اما حمایت‌ها توی منزل، حالا با تغذیه مناسب، نمیدونم با گرفتن مشاوره‌های مناسب، همه اینا میتونه کمک بکنه، اما توی زمین فوتبال دیگه واقعا یه رقابت سختی هستش که اگه خیلی مشخص بود خیلی از مربی‌ها بازیکن‌هاشون رو میتونه پسرشون رو میتونستن فوتبالیست بکنن، این خیلی سخت شده واقعا. درست. آفرین، نظر شما چیه راجع به این خیلی بیش از حد فشار آوردن رو بچه‌ها، 10 تا کلاس فرستادن، ای پرش دادن که برو حتما فوتبالیست شو، برو والیبالیست شو؟ من الان اینی که میگم حرف دلم نیست، اما به حکم اجبار اینو میگم، توجه بیش از حد بیشتر از جانب مادراست، بچه رو دوچار دوگانگی میکنن، یه ذره مادرها هم همراه پدرها بشن، همراهش بشن، یارش باشن، توجیهش کنن، توضیح بش بدن، ولی یه ذره محکم بارش بیارن که برای آیندهش هم میتونه مفید باشه.